بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت معلم و استادی که معتقدم اگر تنها بخشی از ارشادات ایشون عملی میشد، حال نظام آموزشی ما امروز بهتر از این بود. و عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیزم. عرایزم رو با یک پرسش آغاز میکنم. آیا رونق تولید فقط مربوط به زمان تحریم است؟ و آیا فقط مرتبط با موضوعات اقتصادی است؟ در دوران ارجمندی مصرف و خاری تولید، همه شئون زندگی ما در معرض یک آسیب بزرگ و تاریخی قرار می گیرد. ملت و دولت مصرف کننده فقط ماشین و لباس و لوازم خانگی را مصرف نمی کنند. خودشان، محیط زیستشان، تاریخ و مذهبشان را هم مصرف می کنند. ملت و دولتی که ساخته غرب را مصرف می کند، نمی تواند فکر غرب را مصرف نکند. پس به جای او فکر هم می کنند. برای او سند BC هم می نویسند. مثل نی خود راز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می نهی. او حتی از سند تحول بنیادین خودش هم فقط اسمش را مصرف می کند. تا جایی که حضرت عالی پس از چندین سال از ابلاغ آن سند در سال گذشته پرسشگری فرمودید که چرا کمتر از 10% آن به مرحله اجرا رسیده است. ملت و دولت مصرف کننده گاهی سخن رهبر خود را در مورد لزوم رونق تولید را هم مصرف می کنند. پس تولید بحثی ورای اقتصاد و تحریم است. از حضرت عالی به عنوان مرجع دینی خودم پرسشی دارم. آیا خوردن مردار حیوان در شرع مقدس جایز است؟ پس چگونه است که ما سالهاست مشغول مصرف از مردار دایناسورها هستیم؟ آیا ترامپ می‌داند که با حذف نفت از اقتصاد ایران چه خدمتی به تاریخ و فرهنگ و اقتصاد ما می‌کند؟ ترامپ امروز کاری را می‌کند که 66 سال پیش در 28 مرداد 32 سیاستمداران بسیار باهوش‌تر از او با یک کودتا برعکسش را انجام دادند و پول نفت را به اقتصاد ما برگرداندند تا ما به خوردن مردار دایناسورها که از قضا در بین حیوانات کوچکترین مغز را دارد عادت کنیم. جامعه‌ای که تولید نمی‌کند هیچ چیز در آن واقعی نیست و همه چیز در آن فانتزی است و معنای همه چیز در آن با پسوند زدگی مشخص می‌شود. مرحوم جلال آل احمد 58 سال پیش چنین گفت: ما ملل در حال رشد سازنده ماشین نیستیم، اما به جبر اقتصاد و سیاست باید مصرف کنندگان نجیب و سربراهی باشیم برای ساخته‌های غرب. امروز به برکت انقلاب اسلامی آن جبر سیاسی در میان نیست، اما ما همچنان مصرف کننده ساخته‌های غربیم. حالا باید پرسید که نقش مدرسه و دانشگاه در رونق تولید چه میتواند باشد؟ پیش از پاسخ به این سوال باید پرسید که آیا دانشگاه و مدرسه یک ارگانیسم جدا از جامعه است؟ آیا عملکرد مغز جدا از قلب و دست و پا و دستگاه گوارش است؟ آیا در جامعه مصرف کننده میتوان توقع دانشگاه تولید کننده داشت؟ یا باید منتظر شیوع بیماری دانشگاه گرایی به تعبیر حضرت عالی، آن هم دانشگاهی مدرک زده و اپلای زده و مقاله زده بود که تازه ورودی هایش هم به دشواری از سد مافیای کنکور چند ده هزار میلیاردی عبور کردند؟ شاید عبارت آکواریوم دانشگاهی عبارت بدی نباشد. دانشگاه امروز ما مخصوص بوم ما طراحی نشده است. 90 سال پیش به صورت آریه‌ای در دوران طاغوت آن را به ما دادند و ما آن را همچون اثری موزه‌ای نگهداری می‌کنیم. برخی روش‌ها اگرچه ممکن است مسکنی موقت، ولیکن در بلند مدت وصله‌های ناجورند که منجر به رونق تولید واقعی نخواهند شد. و آن چشم‌اندازی که حضرت عالی فرمودید، اطمینان دارم همه دوستان حاضر در جلسه این یکی دو جمله را از حضرت آقا بارها شنیدن، یک بار دیگه تکرار می‌کنم. فرمودید شما 50 سال دیگر، 40 سال دیگر این آینده را تصور کنید که در دنیا هر کسی بخواهد به یافته‌های علمی دست پیدا بکند، مجبور بشود زبان فارسی را یاد بگیرد. سوال من از همه همکارانم این است: آیا با این رویکردها و روشها و سرعت کنونی ما به چنین نتیجه‌ای در 40 سال آینده خواهیم رسید؟ تجربه‌های شیرین و موفق ما کجا بودند؟ عرصه‌هایی که ما با چالش و نیاز واقعی و بومی بدون امید به شرق و غرب مواجه بوده ایم، مثل صنایع نانو، بیو، موشکی، هسته‌ای و سلول‌های بنیادی،
که امروز به نقطه قوت کشور پر افتخار ما تبدیل شدند. پس دانشگاه نه تنها باید مسائل واقعی را حل کند، بلکه باید اساساً زاده نیازهای واقعی کشور باشد. اجازه میخوام یه مثال عرض کنم. تصور کنید قرار است در منطقه مکران در جنوب کشور قرار است مدرسه و دانشگاهی تأسیس بکنیم هست آقا، با دو شرط. شرط اول، قصد نداریم از سیستم‌های آموزشی بیگانه تبعیت کنیم، و دوم اینکه مجبور نیستیم از قوانین دست و پاگیر و کنکور و مقاله و امثال اینها خودمون رو اسیر بکنیم. آنگاه سوال من این است، اسم آن مدرسه چه می‌شود؟ مدرسه تولید. اسم آن دانشگاه چه می‌شود؟ دانشگاه تولید، که همه هدفش می‌شود حل مسائل واقعی کشور در آن جغرافیا، در حوزه‌های همچون شیلات و حمل و نقل دریایی و امثال ذلک. ما معتقدیم که سرآغاز رونق تولید، آموزش تولید به مفهوم جامع آن است. شبکه‌ای از اساتید جهادی، متعهد و متخصص در سالهای اخیر در جلساتی رسمی و غیر رسمی با یک معماری خودجوش و با تشکیل هسته‌های نخبگانی با هدف توسعه و پیشرفت ایران اسلامی، مقدمات طراحی استراتژی توسعه اقتصادی و علمی کشور را فراهم آوردند که بنده به نمایندگی پیشنهاد اولیه ایشان را تقدیم حضرت عالی خواهم کرد. ساختاری که اگر بخواهد سرعتی منطقی داشته باشد، باید از بوروکراسی‌های متداول دور باشد و بخشی از وظایفش راه اندازی مدارس تولید، دانشگاه‌های تولید در رشته‌های بومی و مورد نیاز کشور خواهم بود. بر اساس 12,000 شغلی که یک بار حضرت عالی به آن اشاره فرمودید و همچنین راه اندازی زیست بوم‌های تولید خلاق در دانشگاه‌های موجود، یعنی یک سری مرکز جدید تأسیس می‌کنه و یک سری به درمان مراکز موجود و دانشگاه‌های موجود و مدارس موجود می‌پردازه، و در نهایت واگذاری مأموریت به آن مراکز دانشگاهی بر اساس تعریف رشته و دوره و تولید محتوا که این طرح تقدیم حضرت عالی خواهد شد. رونق عملیاتی تولید آن هم به صورت علمی بزرگانی می‌خواهد در قواره حاج قاسم سلیمانی، آنچنان که شهید حسن تهرانی مقدم ها و دکتر شهریاری ها بودند، و ما قلباً باور داریم که بدون شک دانشمندانی این چنین در این جمع و بیرون این جمع اما به صورت بالقوه حضور دارند و هدف این تر در شبکه جهاد تولید ساماندهی و همافزایی دانش گرانبها و همت‌های ناب و کوشش‌های جهادگونه بزرگانی است که چه بسا امروز دست و پایشان در قل و زنجیرهای ساختارهای کهنه و فرسوده نظام آموزشی ما به تعبیر حضرت عالی اسیر شده است. و سوال این است که در عمل کدام مسئول است که به قدر حضرت عالی در عمل معتقد به جوانگرایی باشد؟ و این هم اثباتی است به اصل بقای مدیریتی که خانم دکتر پیش از بنده فرمودند. امید روشن و قطعی است که در گام دوم انقلاب به دعای خیر حضرت صاحب الامر جان عالمی به فدایش و حضرت عالی و ملت شریف و علم دوست ایران و به کوری چشم دشمنانمان و با رمز عملیات یا علی فلک را سقف بشکافیم و ترهیر نو در اندازیم. این هم دو سه بیت از مرحوم اقبال لاهوری. ای ذکار عصر حاضر بی خبر، چرب دستی های یورپ را نگر، قالی از ابریشم تو ساختند، باز او را پیش تو انداختند، آنچه از خاک تو رست ای مرد هر، آن فروشو، آن بپوشو، آن بخور، آن نکوبینان که خود را دیدند، خود گلیم خیش را بافیدند، وای آن دریا که موجش کم تبید، گوهر خود را ز قواسان خرید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا.